سعید ملایی جودوکار ایرانی که در آلمان تقاضای پناهندگی کرده است، او در مسابقات اخیر قهرمانی جودوی جهان برای خودداری از رودررو شدن با حریف اسرائیلی زیر فشار مقام‌های ورزشی ایران به شکست اجباری تن داد و به مقام پنجم رسید، حالان که وقت نخست این مسابقات محسوب می‌شد. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. هفته گذشته سعید مولایی جودوکار ایرانی که در رنکینگ جهانی صدرنشین است، پس از چند پیروزی پی در پی در مسابقات قهرمانی جهان، پیش از مسابقات نیمه نهایی از سوی مقامات فدراسیون جودوی ایران و مربیان تیم ملی برای باخت عامدانه تحت فشار قرار گرفت تا با حریف اسرائیلی خود روبرو نشود و در نهایت به مقام پنجم بسنده کرد. اما حریف اسرائیلی در غیاب او به راحتی قهرمان جهان شد. حالا با پناهنده شدن سعید مولایی در آلمان و حمایت ضمنی فدراسیون بین المللی جودو از او، ورق بر علیه فدراسیون جودو و وزارت ورزش ایران برگشته است. بنا به گزارش‌ها آقای مولایی بنا به درخواست خودش احتمالاً در قالب تیم پناهندگان جهانی در المپیک بعدی حاضر خواهد شد. اردیبهشت ماه امسال اعلام شد که فدراسیون جودو و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی با فدراسیون جهانی جودو تفاهم نامه امضا کردند که در آن مسئولان ورزش ایران تعهد کرده بودند که در رقابت‌های جهانی با ورزشکاران سایر کشورها بدون تبعیض روبرو شوند. اما به نظر می‌رسد که این بار و با پناهنده شدن سعید مولایی و اعتراف او به باخت‌های اجباری برای احتراز از رویارویی با حریفان اسرائیلی، ورزش ایران و به ویژه جودو با مشکل و بحرانی جدی و در نهایت محرومیت مواجه شد. باید ببازی. این جمله که سال گذشته در مسابقات کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان از زبان سرمربی تیم ملی کشتی به علیرضا کریمی گفته شد تا با شکست عمدی در مقابل حریف روس در دور بعد با حریف اسرائیلی روبرو نشود، این روزها کلید واژه‌ای برای موزلی شده است که ورزش و ورزشکاران ایرانی سالهاست با آن روبرو هستند. احتراز از رویارویی با حریفان اسرائیلی و هراس از دست دادن مدال‌های جهانی و برباد رفتن رویاهای ورزشکاران ایرانی، هراسی که نزدیک به 40 سال است ورزشکاران ایران را تهدید می‌کند و به نظر می‌رسد کم کم دارد بلای جان ورزش حرفه‌ای ایران در سطح جهانی می‌شود. فدراسیون جهانی کشتی نیز بر روی این مسئله حساس شده است و حتی تا آستانه محرومیت کشتی ایران هم پیش رفته. اما ماجرای سعید مولایی جودوکار ایرانی به قدری بازتاب جهانی داشته است که به نظر می رسد این بار مفری برای فدراسیون های ورزش جمهوری اسلامی برای لاپوشانی واقعیت ها در شکست های عمدی برای روبرو نشدن با حریفان اسرائیلی وجود ندارد. با توجه به نزدیکی المپیک 2020 توکیو، حال و روز ورزش ایران مساعد به نظر نمی رسد. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.